اینجا روستای دهرود است، سرزمینی در آغوش سبز نخل‌های برافراشته بر بلندای کوه‌های بوشکن، واقع در دشتستان استان بوشهر، زادگاه و زیستگاه اولیه شاعری که سیمرغ وار از فرود دره دیزشکن و فراز قاف بوشکن به زیستنگاهی جهانی دست یافت و آن شد که همگان دان. این مخروبه بازمانده خانه ایست که در دومین روز از پاییز سال 1310 خورشیدی شاهد رویش نهالی بود که او را منوچهر نامیدند. منوچهری که سالیان بعد بهشت خرم و سروستان شعر و ادب ایران زمین را چهره دیگرگونه بخشید و با شمیم دلنگیز خیش معطر ساخت. و چه تشابه غم‌انگیزی است میان این ویرانه و آن زجه 800 ساله خاقانی شروانی. این است همان ایوان که از نقش رخ مردم خاک در او بودی دیوار نگارستان. دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو، پند سر دندانه بشنو ز پن دندان. گوید که تو از خاکی، ما خاک تویی مکنون، گامی دو سه برمانه بشکی دو سه هم بفشن. از نوحه جغد الحق ما این به درد سر، از دیده گلابی کن درد سر ما بنشن. بی خبر از آنچه در گذر زمان بر این ویران و نوزاد گذشته است، دیری نمی پاید که سرنوشته در بدری های 70 سالی شاعر در همین جا رقم می خورد و رسم پایدار و عادت ماندگار کوچیدن غریزی او می شود. درست در دمدمای سالهایی که عشق به قله‌های خشک و تو در تو و سایه روشن‌های دره‌های وهم‌آلوده زادگاهش آرام آرام در وجودش خانه می‌دواند، شلاق یک دلکندن غم‌انگیز شانه‌هایش را نوازش می‌دهد. و این کوه‌زاده دهرودی در چرخه‌های ناخواسته زندگی و به حکم تقدیر و اجبار پدر در تغییر مسیر کسب معاش، ناف از رحم کوهستان می برد و قدم در سراشیبی دشت می نهد تا بلندی ها و درشگفت های بوشکان را به ریگزار های روان و تپ ماهور های مزین، به درختان صبور و دیراشنای گزگزدن به پیوندد و این بار زیستگاهی جدید برگزیند و در ذهن و ضمیر خیش هویت اقلیمی تازه‌ای بیابد. سالها بعد خود در این بار چنین گفته است: خب این چاکوتا است دیگه، بالاخره جایی که من سالهای زیادی از عمرم اینجا گذروندم و بهترین خاطره از همین خونه ای که قبلا دیدید اینجا و اون خانما و اون دوستا و کمکش قدیمون هستن، به شما چیزی گفتن. من در حدود 14-15 سالگی که اینجا بودم، دوران اولی بود که شروع کردم به شعر گفتن و شروع کردم به مثل سبک فایز دو بیتی نوشتن و
اون عوالم دلبستگی اولیه ها اینجا پیدا شد، انگیزه شعرگویی ها شد. ما یه مدتی اینجا بودیم، قصد داشتیم بمونیم، ولی پدر شعر بود و بدشانسی ما سالی که میخواستیم اینجا زراعت کنیم خوشسالی شد، چیزی گیرم نیمد، ما ناشر شدیم. باز بار من بودم و مادرم و یه برادر و یه خواهر بودیم اینجا که دیگه رفتیم بوشهر و دوباره مدرسه رو من قبلا خونده بودم بوشهر تا ششم، دوباره میخواستم اومده بودم دوباره روستایی بشم دوباره کشاورزی کنم، ولی خونه شد، یعنی نه آسمون یاری کرد نه زمین. این بود که ما بالاخره دوباره برگشتیم بوشهر. آنگونه که شاعر خود گفت، شقاوت قحطی و شوق دانستن کوچ دیگری را بر او تحمیل می کند. تا این بار بلوغان کوه زده از رنگ و رؤیای دریا نیز سهمی در خور گیرد. و این گونه بود که از پیوند میان کوه و دشت و دریا در زبان و در زمانه ما نهنگی با خیزش پلنگ و خرامیدن قضا آفریده شد. در بوشهر به برکت وجود پدر که شغل دولتی یافت است و کسب درآمدی برای جبران قحطی‌های مزمن روستا، آتشی فرصتی می‌یابد تا برای یافتن گمشده خویش کوچه پس کوچه های تنگ و مرتفع بندر را یکی پس از دیگری بپیماید. عاقبت معشوق خود را بر سردر ورودی عمارت ارگ شهر با پدر محله شنبدی ملاقات کند. و سالیان بعد این دبیرستان از کهن مانده سعادت بوشهر بود که میبایست پاسخگوی بخشی از اشتهای سیری ناپذیر این نوجوان تشنه دانستن باشد. شیراز شهر شعر و شبانه های هوشیار و زادگاه شیخ و خواجه شوریدگان جهان، سومین منزلگاه دانش آموز جوان جویای نامی می شود تا پس از فراغت از سومین سال تحصیل در دبیرستان سعادت بوشهر نشستن بر روی نیمکت‌های دانش سرای مقدمات آن شهر را نیز به قصد آموختن بیشتر و آموزش دادن در سالیان بعد تجربه کنند. رندکی بعد برای ادامه تحصیل به دانش سرای عالی تهران می رود و سپس بازگشتی مجدد به بوشهر و همزمان انتشار کتاب های بعدی که اوج قله های شاعری اوست و چندی بعد انتقال از مدرسه به سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران. سینه همین کوه آری که باد پا سواران و هوشیدر در جستجوی آتش پنهان با چشمهای کیهانی میکاوندش، یک کلبه نه صد کلبه بیشتر دیدیم که پیش سوزی کوچک در هر کدام اگر به قاعده می سوخت، صد کوره تمام اندیشه بر جداره این کوهسار می رقصید.
دریای نفت در زیر، ظلمات جهل بر سر و روبرو صد کوه با صد هزار کلبه، بی پی سوز کوچک. این راز سر به مهر را باید با خاک در میان هشت یا آسمان. این راز سر به مهر را بادامبن بر آمده، بن سبز و تازه است و شعله های سرخ شقایق با باد بر شیب های سبز فرو می غلطد. چوپان پیر بدرقه روز خسته را دم در نی غم آور خود می دمد. بیا جانا که دنیا را وفا نیست، اگر باشد وفایش سهم ما نیست. چیف از دولت ده روزه گل که با باد خزان شرم و حیا نیست. شعراشو به صورت کتابهایی که در میومد ایران میخونیم و تو اون سالها یکی از شاعرانی که خیلی روی ما اثر میذاشت آتشی بود دیگه. همینجور عبدالجتش که خب ورد زبان همه بچه ها بود، همه اون نسل بود میخوندن. شعرهای دیگه دیدار در فلق بود، آواز خاک بود و تأثیر بسیار عظیم اون زمان روی با توجه به جو روشنفکری اون موقع روی ما مثلا شبکارنامه و صحبت میکردیم با خانم اسکندرفر، ایشون فرمودن که آیا آتشی یک شعری راجع به زلزله بم گفته و از اونجایی که من خیلی علاقمندم به شعرهای ایشون گفتم خیلی دوست دارم که این شعر ایشونو بشنوم. فرصت صداشون کردیم و ایشون هم با مناعت طبیعی که دارن واقعا با افتادگی که دارن، من اصلا افتخار میکنم اسم ایشونو اولا به زبان میارم و خب اومدن نشستن در همین اتاقی که الان داریم صحبت میکنیم و با تمام خلوصشون چک نویس شعرشون رو با تمام خط خوردگیاش در آوردن و اون صدای خستشون که در واقع کلی دنیای تجربه پشت این صدای خسته وجود داره به اعتقاد من و شروع کردن این شعر رو خوندن. من واقعا وقتی فکر کردم انقدر این شعر منو درگیر کرد که همچنان که الان دارم صحبت میکنم درگیرم، فکر کردم که اجازه گرفتم از استاد که گفتم اجازه بدید من این اگر یه زمانی پیش آمد یه جایی توی همین مراسمایی که مناسبتم داره این رو در واقع بتونم اجازه داشته باشم بخونم اینها و ایشون هم با تمام لطفی که دارن این اجازه رو بنده دادن و واقعا من ماحصل این به اصطلاح صحبت هم میخوام میگم که شعر رو وقتی ایشون خوندن، حالا علت می گفتم این کمک های مردمی که شده، درگیری هایی که ما با خود زلزله داریم، اینها میخوام بگم که واقعا چقدر شعر ایشون در واقع، یعنی شعری که راجع به زلزله گفتن، چقدر کمک کرد به این در واقع به حس و حال آدم ها، به این درگیری که ما ها داریم. یعنی واقعا من فکر کردم که شاید به اندازه چندین کامیون آذوقه این شعر میتونه تاثیرگذار باشه. شاید نمیتونم مبلغ بذارم، صرف بذارم، بی نهایت در واقع بخوام با مسئله مادی مقایسش بکنیم تونسته تاثیرگذار باشه. سال 1359 شاعر نامدار جنوبی تن به یک بازنشستگی اجباری میدهد و بیان که حاصل 3 دهه کار و تلاشش در مشاغل دولتی اندوختهی حتی اندک از مال دنیا باشد، باز هم راهی بوشهر می شود و گوش گزین خانه پدر و برادر و به ناچار برای جبران کمبود مستمری دولتی و به منظور اداره 2 خانواده که یکی بریده از و ساکن فرنگ و دیگری تازه شکل گرفته و در جوار، تن پیر را به کارهای مختلف می سپارد و دوران بازنشستگی را با خستگی های افسونتری پیوند می زند.
به دنبال مرگ نابهنگام یکی از برادران و کوچه اجباری خانوادی او به تهران، آتشی نیز تن به یک مرکز گزینی ناخواسته می دهد تا سرپرستی بازماندگان برادر را عهده‌دار شود. اما از بد روزگار پس از زمانی اندک دچار عارضه جسمی نابهنجاری می شود و گزارش به بیمارستان و تیغ جراح. اما انگار که حکمت دارو و معجزه حکیمان افاقه نمی کند و سرپنجه مرگ زورآورتر از افسون شفا جواز حیاتش را باطل می کند. تا عاقبت روح سرکش و ناآرام او از شفاخانه بر فراز بام ایران قله تاریخ به پرواز درآید و این بار جسم بی جانش اما رهسپار دیارش شود و در آخرین کوچ نیز در کنار و در آغوش همشهریانش با ابدیت گره بخورد. هستی ما را حرارتی معنادار بخشیده بود، در برگ‌ریزان دیگر ما را به تشییع خاکستر خیش فراخواند.
ای بارون ای بارون ماه و دادن به شبهای تاره، ای بارون برکن و دشت و همون پرواره.